در همین مورد دکتر نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان و آقای عبدالله آخوندزاده نماینده مردم هلمند، البته بانو ابراهیمی نماینده مردم بدخشان، خیلی زیاد خوش آمدید. بین بفهمیم که این مجلس چی میگذره، معلوم است؟ به نام خدا، با کسب اجازه از شما و بیننده های عزیز، من فکر میکنم که اول یکم ما عمیقتر داخل قضیه شویم که در اصل و در کلیات هر نوع قانون که در سال آخر کاری شورا داخل میشه مطابق ماده 109 قانون اساسی خلاف قانون است. کلیات قضیه امی است که ما باید خلط نتیم مسئله را. هر نوع فرمان را که داده از اول تا آخر بنابر امی ماده قانون اساسی خلاف قانون اساسی است، که ایره ما باید با این مسئله که امروز رد شده خلط نکنیم. یعنی ما از اما خشت اول خود کج هستیم. مثل که حکومت وحدت ملی در هیچ جای قانون اساسی جای نداره و نقطه اختلافی از قانون تشکیل صلاحیت در یک ماده بود که او ماده همی بود که رئیس اجرایه هم در گزینش کمیته، در گزینش افراد در کمیته گزینش صلاحیت داشته باشه، مثل که در قانون اساسی بر رئیس جمهور صلاحیت داده شده. درست؟ اما از اینکه خود رئیس اجرایه در قانون اساسی کدام جایگاه نداره، ای هم همچنان خلاف قانون. به این معنا ما فعلا داریم در وضعیت قرار داریم که به نام قانون اساسی چیزی نداریم. ای که خود زنده نگه می داریم و اشاره می کنیم که ما قانون زیر پای نمی کنیم و امثال از اونا، یک بحث علایده است که ما می آییم خود تبرئه می کنیم. یک مسئله. مسئله دوم، فرض کنن که قانون خلاف قانون اساسی نیست و آمد وارد شورا شد. درست؟ قبل از اینکه وارد شورا شود، اصل بحث داخل خانه ملت مقصد نیست، باید این خط نشود. اصل بحث از چهار اطراف حکومت و داخل ارگ است. مثلا این قانون اولا مطابق قانون اساسی نیست، فرمان بله ببخشین، بعدش فرمان تقنینی وقتی که داده میشه از طرف رئیس جمهور، فرمان داده میشه، فرمان نافذ است. هر نوع فرمان تا زمانی که به شورای ملی میآید نافذ است. این قانون، این فرمان با معذرت در مدت 3 ماه وقت داشت. رئیس جمهور، رئیس اجرایه، هر دویش میتونستن در امی خلای 3 ماه قبل از اینکه توپ زخمی خود وارد خانه ملت بسازن، میتونستن که تعدیل کنن، میتونستن که اقدام اجرایوی کنن، میتونستن کمیته گزینش را به مو قسمت خودشان میخواستن تطبیق کنن. سوال در ایست که چرا در این 3 ماه حکومت وحدت ملی اردو دکتر سپ محترم کوچکترین اقدام را بر قانون انجام ندادن و آوردن توپ در میدان فوتبال شورا انداختن؟ من متاسف هستم، البته با همکارایم که هر کس رایش مسئولیت شخصی و وجدانیش است، ما نمیخوایم که بیایم بر شخصیت هر کدامش داخل شوم، ولی آنچه که مهم بود این بود که ما بنابر مسئولیت مردمی که داشتیم شما میبینین از ساعت که فرمان رد شده ما چقدر زیر فشار شبکه های اجتماعی، تحت فشار مردم هستیم و صبح وقتی که ما میرفتیم قطار دور و درازی از جامعه مدنی استاد بودن و بر ما نشان میدادن که ما از شما تصویب فرمان میخواییم. متاسفانه حکومت با مهارت خاصی که داشت داخل شورا ساخت قانون و قانون جالب بود که من دیدم اینجا صحبت میشد از آدرس حکومت در شورا. طبیعی در تمام دنیا در شورا لابیگری یک اصل است و بعدش شورا تقسیم است به گروه های مختلف. در دیگر دنیا شورای در شورا عذاب است، متاسفانه در افغانستان عذاب نیست، تیم حکومت است، تیم غیر حکومت است، تیم اپوزیسیون است، تیم مثلا 50% که تقسیم مثلا از دکتر سب عبدالله است و یک تعداد جدی از طرف کمیشنرهای کمیسیون انتخابات هم همچنان کمپاین شده بودند که به تیم های مختلف تقسیم میشه. بسیار خوب، اجازه بدن که به این نکته بعدتر هم بپردازم، اما بحث مسئولیت مردم را زمانی که اشاره کردن که شما هم جزء اون کسایی بودن که با باور خودتون بر اساس مسئولیت مردم کارتون سبز بود. حالا از آقای آخوندزاده میپرسیم، آقای آخوندزاده چرا کارت شما سرخ بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول غواړم چې د قهرمان ګل محمد شهید یادواری وکم، از کورنۍ ته صبر جمیل غواړم او د ته جنت پردوس خدای جل جلاله دربار غواړم او فده باندې افتخار کو په دې قهرمان باندې او خپل د امنیتی ځواکونو په کلکه سره حمایت او ملاتړ کوو چې کوم موقف چې دوی کوم مبارزه چې پرون دوی وکړه د خپل د خاورې سره کومه ساتنه چې وکړه دفاع وکړه پرون په دوی باندې افتخار کوم. راځم فرمان ته، تاسو وګورئ چې اول کوم دا فرمان چې ولسي جرګې ته راغلی و اول دا باید په اجنډا کې نه وای نیول سوی، دا خپل هم د حکومت یو مداخله، سیاسي مداخله وه چې د اعتداري سره باندې ډېر فشار راوړی و چې
دوی په اجنډا کې ونیوي ځکه چې یو پرمان چې اصلي بنسټ ونه لري غیر قانوني هغه په اجنډا کې باید ونه نیول سي او پارلمان ته تالار ته د رای دپاره باید نوی راوړل سوی او د بحث دپاره نوی راوړل سوی په څه خاطر موږ څخه په دې خاطر موږ سور کارت پورته کوي چې اول پرمان تقنیني په هغه صورت کې صادریږي چې په هغه وخت کې د قانون خلافي په او موږ قانون ونه لرو په هغه وخت کې باید پرمان تقنیني صادر سي اوس موږ د انتخاباتو د شکایتو کمیسون دپاره د انتخاباتو کمیسون دپاره د صلاحیتو دپاره د هغو دپاره موږ مکمل قانون لرو قانون وجود لري نو دا یو غیر قانوني پرمان چې صادر سوی دومه موضوع دا و چې دا پرمان باید تقریبا په دیرش ورځو کې په یوه میاشت په ترڅ کې باید دا صادر سوی وی چې دا د اته څلوېښت ورځې بعد دا پرمان صادر سو او درېیمه موضوع دا و چې پرمان پاکس چې و صرف د کمیشنرانو پر تغیر باندې و نه پر اصلاحاتو باندې انتخاباتي د انتخاباتو صرف پاکس یې دې ته و چې باید دغه کمیشنران 50% باید دو ډاکټر صبانو په مابین کې تقسیم سي 50% یو واخلي 50% بل واخلي او وکیل صاحبان هم دې ته خاص متوجه و چې خدای نه خواسته سبا د پارلمان یو بحران ته انتخابات یې بحران ته ولاړ نه سي لکه د رسا جمهوري ده د رسا جمهوري د خو لا د دوو نفرو په مابین کې کوم مشکلات چې و دا چې د ټوله پارلمان په مابین کې بیا مشکلات وي دې ته به د حل لار بیا څوک پیدا کوي ځکه چې قدرت کوم چیرې موږ دوه ډاکټر صاحبانو په لاس ورکو او کمیشنران هغه خپل په مابین کې وټاکي نو زه فکر کوم دا خپل یو بحران و او دغه مشکل و چې وکیل صاحبان ورته متوجه و درېمه خبره دا ده چې دغه موافقه چې د دوه ډاکټر صاحبانو په مابین کې سوی و په هغه وخت کې دوی دواړه کاندیدان و عادي خلک و کوم حقوقي او قانوني مسؤلیت یې نه درلوده ځکه چې دوی په هغه وخت کې دا موافقه کړې و چې طالب مراسم نه و ترسره سوي او کمیسون د انتخاباتو رئیس جمهور نه و اعلان کړی نو دا هغه بل مسایل و چې قانوني مسایل و چې وکیل صاحبان ډیر ورته متوجه و او یو بل موضوع بل غواړم چې یاداوري کوم تاسو وګورئ چې کمیسونونه دغه دوه کمیسونونه چې په هغه وخت کې کوم درغلي کړې ده کوم په انتخاباتو کې چې صحیح خپل وظیفه نه ده ترسره کړې هم دغه دوه ډاکټر صاحبان دغه نتیجه ده چې نن په حکومت وادت ملي کې یو ځای سوي دي او د حکومت رهبران دي او حکومت ایجاد سوی دي هم دغه کمیسونو په نتیجه کې نو وخت چې کچیر جرم دی کمیسونو کړی وي دا باید عدلي او قضایي ته معرفي سوی وي او په دې کې خپل ډاکټر صاحبان دواړه رئیس جمهور او رئیس جرایم شریک دي ځکه چې د غلا ته او صندوق ډکول ته خو دوی زمينه ورته مساعده کړې وه آقای اخونزاده ما میخوایم چند مورد را که شما اشاره کردن تمام موارد ما یک تا یادداشت گرفتم میخوایم فشرده و سر اصل موضوع از پیشان سوال بکنم اول گفتن مداخله سیاسی حکومت در کار قوی مخننه که شما هم جز از او هستن میشه بگوین که اینمی کاری که شما فعلا انجام میتین و بسیاری ها برای شما نام سرپرست وکیل مانده بر اساس کدام قانون است تاسو وګورئ چې انتخابات وکیل صاحبان هیڅ وخت نه غواړي موږ په دې خوشاله وي سبب باید انتخابات ترسره سي خو همدام دغه حکومت او حکومت وادت ملي ضعیفوالی چې دوی په کار کې پاتې رااله دوی ونه سو کولی چې د انتخاباتو نیټه وټاکي او انتخابات ترسره کړي او انتخابات یو بودیجه پیدا کړي دوی د صحیح اراده او قوي اراده او تصمیم نه درلودي تاسو وګورئ مخکې پوزش میخوایم ګپم بسیار واضحه سوالم میشه بگوین که نیمه ادامه کار شما بر اساس چی است کی برای شما اینمی اجازه را داده؟ مشت قانون اساسی تاسو وګوري چې الته په واضح در کجای قانون اساسی است میشه واضح واضح الته لیکلی نشته میشه قانون پر... کدام ماده قانون اساسی است ګوره قانون اساسی که تاسو معلومه ده چې په ماده کې قانون اساسی په کوم ماده کې راغلی چې تر هغه وخت پسې چې نوی پارلمان نوی وکیل صاحبان راځي دغه دوره خپل کارت ادامه ورکولی نه این کار شما را کی امر شته داده که ادامه بدین کدام امر کدام فرمان کدام گپ دارین یا چی است نه موږ کول سي جرګه ته څوک پرمان نسی ورکولی چې جمهور پرمان ورکړي دغه دوره پس بر اساس چی کار میکنین موږ د قانون اساسی کدام ماده قانون اساسی میشه بخونن قانون ماده اساسی خو تاسو معلومه ده چې مخکې هم ذکر شوی ده زما په دغه کې نه ده خو تاسو معلومه ده چې په قانون ماده کې راغلی دي چې در نیوي دوري پرې چې نوې دوره راځي خپل معرفي کې ولا چې جرګه ته دوه دوره پاتې شي دغه هم انتخابات پارلمانی برگزار نشو ادامه میتین به شکلش بالکل دا زموږ مسولیت نه ده انتخابات کول دا د حکومت مسولیت چې باید زمينه ورته برابر کی امنیت برابر کی تاسو وګورئ امنیت اوس په څه حالت کې دي تاسو وګورئ د کندوز حالت اوس څنګه دي د روزګان کې دا اوس حالت دي هلمند حالت تاسو معلومه چې د لشکرګاه په شار کې سر امنیت شمه میم آقای اخونزاده نکته دوم وقتی که میگن بر اساس قانون نباید جزء از اجندا می شد چند مورد را خدمتتون اشاره میکنم اول شما پس چی گفته میرین کارت سرخ و سبز بلند میکنین برای یک کاری که اصلا بنیاد قانونی داره یک نکته دوم شما میگن از امنیت نماینده مردم هلمند نمستن بر اساس چه قانون همی فعلا سرپرست وزارت دفاع و سرپرست امنیت ملی کار خود ادامه میده میشه بگوین
واقعاً حکومت وحدت ملی مخ کور چې جاتسه و د ډیر پرمانونه غیر قانوني صادر کړي جګړه د پارلمان د خواص رات سوي دي او سرپرستی نظام هم غیر قانوني مخ ته به ولې تاسو وګورئ چې د وزارت دفاع ریاست امنیت ملی څو واره دوی قانون نقص کړی دی او څو واره پارلمان په دې باندې انتقاد کړی دی او بل کم سوال چې تاسو کوي چې دا ولې په اجنډا کې ونیول سو ام پر دې باندې مشل وار انتقاد کړی چې دا باید کمیسیون ته نه ویل جوړول سوی دا باید پر دې باس نه وسو ما به سوال واضح است ام یک کاری که بنیاد حقوقی قانونی نداره امی شما کارت سرخ یا سبز چرا بلند میکنن نو اجندا که وقت چونی ولسی اجندا اگر اجندا هر کارش پس وقتی که دا اجندا گرفته شده بود پس چرا حال انتقاد میکنن که ای وقتش نبود فلان بود زمانش گذشته بود چرا پس در موردش گپ میزنن وقتی که از بنیاد یک چیز غیر قانونی است خب گپ خب مشکل یه است مشکل اصلا اینه می است که باید دی در اجندا باید از طرف ایت اداری گرفته نمیشود انتقاد و کلی وکلا سر ایت اداری است شما ببینید که رئیس پارلمان در امور روز چه رقم دینری پری روز چه رقم عکس العمل شان داده اینمی خود یک خود یک شک از سر امنیت اداری مو شک داریم که کتی حکومت ای اطمن یک معامله انجام داده که یک قانونی غیر یک فرمانی غیر قانونی اورده در بر کمیسیونات تقسیم کده باز در اجنډا گرفته ما خود سر انتقاد داریم یک نکته دیگر هم از پیشون سوال میکنم آقای اخوندزاده حالا گیریم این فرمان هم غیر قانونی بود مداخله سیاسی حکومت هم گفته شما در پارلمان است امی چیزی را که شما به عنوان نماینده مردم پیش بین برازی هستن که می وضعیت را تغییر بده چی است مثلا چی شود که اصلاحات بیاید و انتخابات برگزار شود شما حتما فکر کردن در این مورد بالکل باید کم زریافت دغه کم مربوط ارگانونه چی دی کله کمیسیون انتخابات چی دی هغه باید یو طرح راوستي هغه رئیس جمهور تخپل طرح وړاندیز وکي رئیس جمهور بیا د وزارت عدلیه د لارې پارلمان ته راوستي چې موږ اتره ورته پاس کړو دا چې پرمان خود طرح نه و دا خو دوی طرح نه ورستولې پدې کې کوم اصلاحات نه و پرمان صرف دا و چې موږ کمیشنر څنګه کو د دند څخه او خپل 55% دلته وازی لیکلی و چې باید د رئیس اجرایه په موافقه باندې دا کار ترسره شي آقای خونزه خیلی فشرده اگر بس سر 50-50 باشه گپای آقای منصور شنیدین شما این صلاحیت دارین تغییر بیارن برش تعدیلش بکنین خو دا طرح نه و دا فرمان است ول سوی موږ غوښتنه تر ده تعدیل اورده میتونین یا نه بالکل یا په فرمان کې موږ تغییر نو سره وصل دا فرمان موږ باید لا دات کړو یا تایید کړو وخت چې تر هراسي هغه موږ کولای شو په کې اصلاحات راوړو خیلی خوب اجازه بدید بانو ابراهیمی امین موضوع را اشاره بکنم خانم ابراهیمی شما گپای اموی سلای معمول هم سنفی تو نشنیدین چی میگن برای هر مورد گفتن؟ ما فکر میکنم که فرمان وقت که آمد بیش از 25 روز به کمیسیون های پانزدگانه ما داخل شد و در کمیسیون ها بالا از اینا کار شد و تعدیلات از طرف ما در نقاط که لازم بوده آورده شده بخاطر که این فرمان وقت که میه برای عظیم اصلاح شده بعد از آقای اخوندزاده میگن که ما این صلاحیت نداریم نه فرمان بله تمام... باید بگیم نه خیر مونده مردم از اونا ببینین فرمان وقتی که میایه برای چی میایه برای اصلاح میایه برای تعدیل میایه برای ایزاد میایه اما آقای اخوندزاده میگن ما یقه نداریم وقت ما مثلا در کمیسیون خود کار کردیم و سر جملات کلمات واژه ها و کمی ها و کاستی هایی که داشت کار کردیم در کمیسیون بعد با کمیسیون مشترک پس ما وقتی که میگیم کار نمیشه کمیسیون مشترک یعنی چی که شما دیروز شاهد بودین که برای یک روز دیگه هم به تعویق افتیده شد اگر ما بیایم به عمق قضیه باز دوباره اشاره کنیم کمیسیون های پانزدگانه تقریبا 12 کمیسیونی را رد کرده بودند اصلا خلاف قانون بود که به داخل آجندا آمد ما تایید میکنم گپ آقای اما بعد از اینکه فرمان خب اگه این فرمان مثلا بحث ای که رئیس اجرایه صلاحیت داره که در گزینش کمیته گزینش نقش داشته باشه گزینش افراد مثلا نیم از جمله تعدیلات بود که در این قانون در این فرمان آمده بود و بعد از او بعد از 20 چند روز البته این قانون این فرمان توسط کمیسیون های مشترک سه بار کمیسیون مشترک است کمیسیون خاصش گرفته شد در هر سه بار که جمع کنین 13 کمیسیون رد کرده که مسئله را بعدش داخل شورا آمد که در کلیات دوباره تاکید میکنم و تکرار میکنم که از اشتباه ارگ بود ارسال کردن چنین فرمان در سال آخر کار ما صلاحیت نداریم ولی ما بله طرح را میتونستن که اینا طرح بیارن و بعد از او چیزی که ما فکر میکنم فقط این است که امروز خانه ملت مواجه با ملت شده و این فقط با یک طراحی شده که از اما قسم که آقای توحیدی در گزارشتان مدیدم که گفتن که ام از بیرون ام از داخل ام از اپوزیسیون حکومت دستای مختلف داخل شد فراموش نکنیم که ما در شورا امروز شاهد بودیم که نزدیکترین کسانی که نسبت به ارگ بی نهایت نزدیک بودن و لابیگری های از هر طریقی به مثلا پارلمان داخل می شد
در مسائل مختلف با آدرس حکومت می آمدن لابی میکردن، امروز اونا لابی میکردن که فرمان رد. بسیار خوب، خیلی فشرده گفتن با مردم به یک نوع مواجه شدن، میشه بگین مردم حال چی میگن مورد شما؟ خب من فکر میکنم که شاید رسانه ها میشنیده باشن، من از جمله کسی هستم که بعد از اول سرطان موقف می بوده که ما مشروعیت قانونی نداریم. بسار. اما از این که حکومت نمیتونه انتخابات را دایر کنه، صلاح بر این است که در جریان که ما ادعای دموکراسی را داریم که دموکراسی بر سه پایه استوار است، دو پایه‌ای موجود باشه، یک پایه‌ای موجود نباشه. پس دوباره این را تاکید میکنم، به این معنی نیست که تا 5 سال حکومت انتخابات دایر کرده نتونه و ما هم غیر قانونی مثلا آقای آخوندزاده میگن که ما ادامه میتیم کار ادامه بدین. ببینید این مسئولیت برمیگرده برای حکومت. بسار. شما چی فکر میکنین با این می فضای موجوده، با این وزرای موجوده، با این کابینه موجوده، با این چوره که در زمان کرزی سپ اگر مقدار درآمد زیاد بود مقدار چورم تقسیمات بود. فعلا درآمد اگر کم است چورکاری بسیار کوچک شده القیش. با مو خاطر هم اصلا تو جلقه نداره حکومت شما، کار بکنه. شما فکر کنید با این حالت پارلمان رم نباشه که حداقل یک 30-40 فیصد افراد باشه. سوال می بود که شما حتما میفهمین بنو نماینده مردم، مردم چی میگن در مورد شما؟ یک چیز واضح است، مردم امروز من میخواندم در صفحات نشته بود که پارلمان دائم العمر، پارلمان سرپرست و امثال از اونا، مگر مردم باید این انصاف در نظر بگیرن که اولا تشخیص باشه یک. درست است، من درک میکنم که با یک گل بهار نمیشه، ولی دومی که بیشتر متوجه باشن که حکومت هم را فعلا به چالش کشانده. من براتون با صراحت میگم که حکومت قدرت زیر نداره که انتخابات دایر کنه، اما متاسفانه آمد یک چیزی را داخل خانه ملت انداخت که ما هم نتونستیم از خرد سیاسی خود به صورت درست استفاده کنیم و بر مردم جوابگو باشیم. متاسفانه آل اقسم تصویر میشه که حکومت کار خود انجام داد، میخواست که تغییرات بیاره ولی خانه ملت نخواست. ولی باید مردمی را بدانند که در سه ماه در سه ماهی که قانون در چارچوکات دیوارای ارگ بود چرا باید کمیته گزینش و مؤدف که داشتن چرا تغییر نیافتن؟ بسیار خوب، سپاسگزارم. اجازه بدین از آقای آخوندزاده بپرسم. آقای آخوندزاده، اینجا همکارتون میگه که خب بحث تعدیل اگر میخوایم مطرح بکنیم، اما کمیسیون های مشترک و کار روی فرمان بخش از او تعدیلات و ایزادهایی بود که صورت گرفته بود. مورد اول. مورد دوم، خیلی به صراحت میگن که بله ما خود ما مشروعیت قانونی نداریم و این همکار شما میگن، من نمیگم. و گپ بعدیشی که از بانو ابراهیمی پرسیدم که مردم در موردون چی میگه، چند چیزش گفتن، من هم یک چند موردش هم میخوانم. البته اگر کلش رو بخوانم یکان توش بسیار سخت گفته. راهنمای معاملات، البته استثناءاتش هم همه مد نظر گرفتن. محل باجگیری، یک کسی هم نوشته کرده که عیسی خان لغمانی خائن بود. خانه ملیت نه، خانه ذلت. گپای بسیار زشتر از این گفته شده که ما نمیخوایم که اینو تکرار بکنم. میپذیرین که با اینمی وضعیت مواجه شده این خانه ملت کلیتش، جای وکلای پاک و کسایی که در برابر فساد مبارزه میکنن علیحدہ؟ تاسو وګورئ پارلمان د قانون گذاری یو مرکز دی. ای از موږ اوانان موږ خلک موږ صدا ته وکول رچ موږ یو غیر قانونی کار وکو، که یا موږ صدا ته وکول رچ باید موږ قانونی کار وکو. نو د یو قانون گذاری مرکز څنګه کولای شي چې هغه غیر قانونی اقدام وکړي؟ میګر که خود مشروعیت قانونی نه در پارلمان غیر د پارلمان چې غیر قانونی و. اجازه بدن. بله همکارتان میگه ما مشروعیت قانونی نداریم، پس چطور از قانون گپ میزنیم؟ نو اگر ما مشروعیت نداریم به دولت چرا وزیرا را برای ما روان میکنه رای میگیره به چرا قانون نه خود شما سری ما پاس میکنه؟ خودتان قلبا میگه فکر میکنید مشروعیت قانونی دارین؟ خب همکارتان اگر ما مشروعیت نداشتیم نو چرا قاضی کوزات سری ما مقرر میکنه؟ علی قاضی کوزات که ما رای دادیم لوی سرندوال که رای میدیم که خود کردیم. ما از پیشون میپرسم خودتان فکر میکنید مشروعیت قانونی دارین؟ تا وقتی که پارلمان نو انتخاب میشه وکلای نو میام ما مشروعیت داریم. مشروعیت قانونی داره؟ بالکل داره، بالکل. تا وقتی که از اونها و با این دیدگاه هایی که ارائه شد چی میگن؟ ما جوابم داده چې قانون اساسی موږ ته اجازه راکړه. قانون اساسی کې دلته واضح لیکلي دي چې د وکیلانو دوره د اول تر سرتانه پسې د پارلمان ختمه ده، اما چې نوي وکیلان راسي هغه پوسټو ته مری پسې دا بځي. نو خو چې په انتخابات صورت ونیسي، وخت چې انتخابات ونیسي نوي وکیلان راسي داس موږ دای څوک نیسي و سبا پارلمان بند کې چې څو پارلمان انتخابات ونیسي داس موږ په ځای کې څوک شنی دا قانون څوک پسې د خلکو اواز څوک تر دولت پسې رسي؟ بسیار خوب، او اواز وخت کې شما میګین انتقادات بسیار شدیدی از کدام اواز را گپش میزنن به عنوان کلیت این مجلس؟ من برای شما یک نمونه میگم. همکارای خود شما میگه که همکارای خود شما در تشناب های پارلمان 2000-3000 دارن معامله از سوی برخی از وکلا به یک امر عادی تبدیل شده. چی میگن؟ میگن که پارلمان، بازم تاکید میکنم کال نگوین کلیتش، وکلای پاک سر جایش. میگن که
وکلا یک دردسر شده برای نیمه حکومت. آمدن کمیشنکاری به یک گپ معمول تبدیل شده. آمد پارلمان به غصب متهم شد، به کمیشنکاری متهم شد، به حمایت از تروریست‌ها حتی اعضایش متهم شد. چی شد؟ نتیجه چی است؟ گوره تاسو وګوره چې پارلمان وکیلان هم د دغه خاورې دي، هم د دغه افغانستان دي، د خارج نه دي راغلي. نو تاسو موږ حکومت وګوره، د موږ حکومت د کم قانون اساسي د کم ماده لمخي جوړ شوی دی، حکومت وادت ملي دا بالکل د خپل غیر قانوني دی. په دې پس هم خلک ټول ورځ خبرې کوي، د ورځي خیر اخو خنزاده ګوره وکیلان مشکلات به وجود بل پارلمان کې زده زده خودش سایز ګپ شما قبول خیر حکومت اگر قانوني نه بود شما هم ته ادامه میتن هر کس که هر چی دلش انجام بده. نه ګوره ګوره خلک ګوره پارلمان کې 290 وکیلان دي، زده نره دوم دسته خبري و کداسي مشکلات په پارلمان کې په دینو بخشو کې وجود ولري، فساد وجود ولري، زه دا را دوم نه، لیکن خداسي نه دي چې ټوله پارلمان ته مش په وستر ګورل ته 290 وکیلان دي. بده شګه هیڅ کس هغه به یک شوم مګزره انصاف نیس و هیڅ کس کار نه میکنه. او مشکلات واقعا یوازې پارلمان نه، مش په هر دغه کې مشکلات وجود لري. په قضا کې دغه مشکل دی، په خپل حکومت پر اساس جمهوریت کې تاسو ویني چې په حکومت رسا جمهوریت کې څه جریان لري. تاسو خپل پر د میزو ګردو میزو باندې وکیلان د خلکو مشکلات اوري. آیا په پارلمان کې به ډیر مشکل کې او پر اساس جمهوریت کې ډیر مشکل؟ پارلمان که خود تقسیم د قدرت نسته، پارلمان قانون گذاری زاید قانون پاسی او دخل کو د حکومت د قانون سره نظارت کی او دخل کو اواز تر تر رس جمهوری تر ملکو و چارواکو رسید. رس جمهوری کو گرد ورځ تقسیم د قدرت گرد ورځ دا شما از ریاست جمهوری گپ میزنین، از ریاست اجرایی گپ میزنین که بر اساس کدام قانون امینه آمدن؟ میشه با ما بگوین رئیس جمهور غنی بر اساس کدام قانون رئیس جمهور شده؟ هیچ غیر قانونی است، بالکل غیر قانونی است. شما چرا به وزیراش رای میدین؟ وزیرش یه خواهد نامزد وزیر دفاع و نامزد وزیر امنیت ملی اگر پیش شما بیه برشای میتونی یا خیر؟ ای تو راست خو شما ببینی امی وضعیت افغانستان، شرایط افغانستان، شما هم در امینجا زندگی میکنی. بسیار خوب، در امینجا زندگی میکنی. پس با مو خاطر دیدن... میگن که با مو خاطر از بانو ابراهیمی اشاره میکنه که شما شرایط را مد نظر گرفته باید در بحث اصلاحات تلاش بکنین. اگر میان بحث اصلاحات خو از اونها اراده و تصمیم نده. اگر از اونها میخواسته که اراده و تصمیم میداشته چرا تذکره الکترونیک چرا شروع نکده؟ چرا شروع نکده؟ شما نماینده مردم هستین، چرا نشد؟ خو ما همرا میگیم خو نمیخوا اراده. شما معلومه چرا نشد؟ هیچ اراده قوی نداره برای برگزاری. چرا سر صدا بابار آمد به نام فلان قوم و فلان قوم؟ چرا توضیح نشد شناسنامه؟ نه ما بسیار پیشار آوردیم، کمیسیون امنیت داخلی بسیار به بار بر رئیس جمهور در رئیس جمهوری بر رئیس اجرایی ما در مجلسای ده امی خصوصی گفتیم که چرا شروع نمیکنی؟ ولی قانون قانون جور شده خلا شده پس آقای اخوندزاده از اونها میگه که مشکلات امی منطقه است، امی قوم است، که این موضوعات است که باید باز در نظر گرفته شو، باز ترازی کار شو و آخر باز هم اقدام نکد. ای خو گناه ما نیست، ما قانون بود پاس کردیم. اجازه بدین امی مثلا باز با بانو ابراهیمی به عنوان پرسش اخیرش که بخوایم جمع بندی بکنیم، بس حکومت را اگرش دو بار هم شما اشاره کرده، این می حکومت را که شما می این دیشب هم آقای معنوی اشاره کردن، چرا کسای در درون حکومت از اصلاحات می ترسن؟ امی ترس از برگزاری انتخابات چرا است؟ ببینین امروز اکثریت شورا فریاد چی بود که ما از انتخابات نمی ترسیم. من تایید میکنم جمله آقای آخوندزاده را در مورد تذکره الکترونیکی. ما بازم ما قسم که پیشتر گفتم که حکومت خواست توپ خدا بیاره داخل میدان پارلمان، به دلیل چی؟ معلوم دار است که اونا نمیخواستن اصلاحات. اگر میخواستن در تایی دو سال سرنوشت تذکره الکترونیکی چرا نمیخواین؟ ببینین خب این مشکل برمیگرده برای خودشان و ما هم در اینجا داخل هستیم. وقتی ما دولت میگیم ما هم شامل اینمی جدال هستیم که افتیدیم. آنچه که مهم است ایست که حکومت اراده سیاسی برای امنیت، تامین امنیت باید داشته باشه که نداره؟ ما در بدخشان و در شمال شرق میگم که نداره. به دلیل چی؟ امیال در بدخشان 600 نفر از کشورهای خارجی به لباس طالب و داعش و امثال از اون هستند، 600 نفر. اما آخر روز میگن که جنگ داخلی بدخشان است. جنگ داخلی بدخشان عوامل کوچک است که تبدیل شد به یک راه انوار کردن برای دشمن. ولی جنگ در بدخشان، جنگ در شمال شرق، این گروگانگیری ها، آمدن به مرز، آمدن به فرهنگ. ببینین ما امروز واژه دزدی فرهنگ یا تجاوز بر مرزها را گفتم و تاکید داشتم که تجاوز بر فرهنگ امروز صورت میگیره، که اگر ما از موقف ضعیف نباشیم هیچ کس جرات نمیکنه که ادعا کنه که مولانا جلال الدین بلخی از کجاست. درست؟ ما در یک بحران بی‌نهایت سخت حکومت داری و دولت داری قرار داریم و این را ما در یک صورت میتونیم که
تنظیم کنیم یا بیایم جمع کنیم خدا. یک، فاصله بین حکومت و مردم باید دور شود و این فاصله بین حکومت و مردم با گامای عملی برداشتن دور میشه. و دوم، حکومت اراده سیاسی برای آوردن امنیت داشته باشه. در صورت که امنیت تامین شود، همگی حاضر است به طرف انتخابات. بسیار خوب، از اراده تامین امنیت میگن که متاسفانه شما هم آقای آخوندزاده از ولایت های هستین که میال مردمتان به خون غلطیده. ما به شما میگم که انتخابات در بدخشان در هلمند شده نمیتونه. در دروازه های هلمند میگن شهر لشکرگاه طالب است. به هر حال بانو ابراهیمی، در کلیت اگر بخوایم جمع بکنیم، بعد از این هم شما حتما میرین در درون مجلس نماینده مردم، احساستون چی میباشه؟ من شخصا ناراحت هستم. بسیار خوب آقای آخوندزاده، اگر بخوایم جمع بندیش بکنیم به عنوان گپای آخر، تا اگر چیزایی برای گفتن هم داشته باشن، و میخوایم ایره هم بپرسم عین سوالی که از بانو ابراهیمی کردم، بعد از این وقتی که میرین به چوکی وکالت میشینین چی احساس میداشته باشین؟ تاسو وګورئ، ما مخکې درته وویله دا چې کوم احساس وکیل صاحبان کوي، هغه شرایط تاسو ته معلوم دی. افغانستان شرایط دا و چې موږ په کرالو رو هیڅ وخت هیڅ حالت کې موږ صحیح احساس نه لرو، ځکه چې تاسو وګورئ یو خواته مو مشکل د هلمند مشکل ته یاد کوي. په هلمند کې په لشکرګاه کې کوچنیان د شپې خوب نسي کولی، د توپونو د راکټانو د اوازو د لاسه چې په 4-5 کیلومتره کې د لشکرګاه جنگ وجود لري. زه په پارلمان کې کچیرې زه د هلمند نن وجود ونه لرم، د پارلمان چې موږ لشکرګاه چې په دغه حالت کې دا اوس هلمند کرال لري، آیا چې وکیل نن په پارلمان کې ونه لري؟ ځکه په څوک تاسو تره ورسی په دغه حالت کې چې هلمند کوم وس قرار لري، زه ډیر ښه احساس کوم چې په پارلمان کې مو د هلمندانو ژغ تر سره جمهوریت او تر وزیر صاحبانو او تاسو سره راځو. بسیار ما میخوایم که شخصی بازم تاکید بکنم، همی احساستون به عنوان کسی که امروز زیر زربین افکار عامه قرار دارن چی است بعد از اینکه میرن چوکی وکالت میشینن؟ زه وایم چې تر پارلمان تر تړلو راحت هستن؟ نه، او کچی به موږ خو په دې خوشاله کچیر انتخابات سی، ډیر ښه خبره به وای وس بنوي وکیلان نور به دغه مشکلات په وجود نه درلودلې. اول که موږ رئیس جمهور انتخابات سی، نن به موږ یو رئیس جمهور دولت لري، ریاست اجرایی ته ضرورت نه، نن به حکومت وحدت ملی نه وای، نن به موږ د پارلمان سی انتخابات سی وای، پسی نه به اصلاحات او سیستم ته ضرورت و انتخابات کمیسیونونه به دغه په خپل کار به کولای. خو دغه بدبختی دي چې نن موږ دته مجبور کړی چې نن موږ پارلمان ته په موټر کې سپاره روان یو. به موږ خاطر هم هست میگن که از هر طریق ممکن باید اصلاحات به او بدیلی وجود نداره. در غیر از او اگر تکرار انتخابات گوسفندی باشه، سرنوشت کشور هم خوب نخواهد. خو اخر کی یو شی وایم چې باید زیرف کمیسیونونه د اصلاح د سیستم د پاره خپل طرح راوازی پارلمان ته سل په سل کې اطمینان درکوم چې پاس بسی. اگر انتخابات با می وضعیت شوه، ایران باید متوجه باشند که انتخابات نخواهد بود، انتصابات خواهد بود. بسیار خوب، ای که آینده چی میشه، انتخابات میشه یا انتصابات، زمان برش پاسخ میده. ای که انتخابات بدیل داره یا نداره، یا در کل کشور را به کدام طرف میبره، بازم وقت برش جواب میده.